اجازه بدید که از جناب دکتر استعلامی خواهش کنم که گفتگویی رو که مایل هستند، ببخشید عدد رو میگم فقط برای اینکه شما بدونید، نه عزیزان و سروران، بین 5 تا 10-12 دقیقه اگر مطلبی مایل هستند بیان بفرمایید. با سلام مجدد سپاسگزارم از محبتی که در طی این 2-3 روز به بنده فرمودید. تو این راه رو مکرر من خجالت دادین و به هر حال فکر میکنم فقط من یک دانش آموزی هستم که یه خورده بیشتر از شما با این کتابا و کاغذها شاید بررفتم، در این زمینه به خصوص کار کردم و مکرر به دانشجویانم چه در ایران چه در دانشگاه‌های خارج از ایران که درس دادم گفتم که بهترین استاد اونه که دانشجو بمونه و هرگز استاد نشه که بگه هیچی دیگه لازم نیست یاد بگیره. و این زندگی منه، زندگی من همیشه زندگی دانشجویی است و از همه شاگردانم هم شاید خیلی چیزا یاد گرفتم و در محضر شما و دوستان عزیز و همکاران گرامی هم بسیار آموختم، به خصوص از دوستی دیرینم با دکتر کریمی حکاک. اینجا من مطلب خاصی در واقع فکر نکردم که اضافه کنم به گفته های پریروز، پریشب، اما این هست که مکرر با این سوال برخوردم که خب حالا ما این کتاب مثنوی رو از کجا شروع کنیم، کدوم جلدش رو بخونیم. این یک کتابه، مولانا این کتاب رو در 6 دفتر سروده با یه فاصله های کوتاهی که قطع شده صحبتاش، بعد ادامه داده مطلب رو. کتاب یکیه، هر کدوم از این جلدهایی که خدمتتون هست لطف کردین و خریدین و به خانه بردین، معلمش توی همون جلده، بیت‌ها شماره خورده کنارش، 5, 10, 15, 20, 25، آخر با همین شماره در نیمه دوم همون جلد هر توضیحی لازمه داده شده و بنابراین معلمش توی نیمه دوم خود اون جلده. جلد هفتمی که همراه ایناست راهنماهای الفباییست، یه بیتی رو سرشو میدونین اونجا میتونین پیدا کنین، اصطلاحی در یه جا به کار رفته، اسم آدمی اومده تو کتاب، بنابراین اون فقط راهنماست جلد هفتم که از همه هم قطورتره. نکته دیگر این که مکرر سوالهایی رو من شنیدم این 2-3 روز که مثل این که سوال این بود که خب حالا چجوری ما مثلا صوفی بشیم. من نه مرشدم، نه خانقاه دارم، نه مرشدی رو به این عنوان و در این طریقه صوفیه قبول داشتم و پاش وایستادم و نه به خانقاهی به عنوان جاروکش یا درویش یا فلان رفتم. نون خانقاه هم نخوردم جز مواردی که صرف دوستی بوده است. با صوفیان دنیای معاصر ارتباط، آشنایی، دوستی بسیار داشتم. تو سرزمین هایی مثل هند، افغانستان رفتم، اینا رو دیدم. در این مغرب زمین خیلی هاشون رو دیدم، در اروپا دیدم، کسانی از دوستان نازنین و خوب من که تو این مکتب هم تو این خانقاه ها هستن، در اروپا، در لندن، جاهای مختلف میبینمشون. اما من یک محصلم، گفتم یه دانش آموزم و بنابراین کنجکاوی من برای آموختن بیشتر در این باره، مبلغ مکتب تصوف هم نیستم، کار من این است اینو بشناسونم به عنوان یک معلم، به عنوان یک محقق و همه جا معلمم هم تو زندگیم و این کار اصلیمه و افتخارم هم هست. اگر شاگردانی تربیت کردم، کسانی با من درس خوندن که بعد احساس کردن که در واقع از این دیدار با من، ارتباط با من، یه مقدار مغزشون یا تکون خورده، به اصطلاح تکون نبندی بعدشان، خراش برداشته، رشد کرده، من خیلی خوشحالم که این کارا رو کردم و فکر میکنم هزارها دانشجویی که طی این 30-40 سال اخیر با من بودن خاطره های خوب از اونها دارم و اونها هم بیشتر انشالله خاطره های خوبی از من دارن، یعنی اینجوری گفتم و فکر میکنم تعارف کرده باشم. به هر حال اینه، من صوفی نیستم. اینی هم که شما اینا رو از کجا شروع کنید بخونید، هر قسمتش رو جدا میتونید بخونید. شما داستانی رو با میکنید تو دفتر دوم مثنوی خوشتون میاد میخونید، با همون شماره ها برین توضیحاتشو ببینید، خود ریشه داستان ها، سابقه داستان ها و اینکه مولانا اینا رو از کجا آورده تا اونجایی که مقدور بوده و دسترسی پیدا کردیم، نه 100%، اینو گفتیم که مثلا اینو از کتابی که لیلو و دمنه گرفته، اینو از غزالی گرفته، اینو از عطار گرفته، اینجوری که اون ریشه ها و سوابق رو هم دادیم. این کار به هر حال کتابی است با معلم، همراه با معلم. بعد اینجا 2 تا سوال هست از میان سوال هایی که رسیده بود به طور کتبی جناب دکتر هلاکویی، اینا رو به من دادن اینجا که یه نگاهی بکنم، بیشترش به خودشون میخورد که جواب بدن.
و اینه که من رد کردم به خودتون بعد از اینکه همه رو دیدم و قسمت بعدی از نظر حجم و مقدار به دکتر کریمی حکاک، برای اینکه چاره جزئی نبود دیگه. فقط دو تا سوال اینجا هست که یه خورده من احساس کردم خب خودم میتونم چند کلمه روش جواب بدم. یکی وجود حواس پنجگانه و اثر آن در عشق از خانم بدری تمدن، اگه درست خونده باشم اسم رو. ببینید، حواس پنجگانه رابطه ما با کل زندگی و زندگی جاری است، اما در متون صوفیانه و در واقع در علم و نفس قدیم یه حس باطنی هم مطرحه که به خصوص مولانا در کار خودش و بیشتر در مثنوی معتقد به پنج حس باطنه. یه گوشی شما دارید که این صداها رو میشنوه، یه چشم دارید این میز و این میکروفون رو میبینه، ولی یه چشم باطن و یک گوش باطن و یعنی به طور کلی یک ادراک باطن، اون رو مولانا احتیاج داره تا حرفاشو بفهمیم. گفتم لازم نیست کسی صوفی بشه تا حرفای مولانا رو بفهمه. ادراک باطنی ما، گوش باطن، چشم باطن، لامسه باطن، حس ذائقه باطن، همه اینا هست. حلق، این گلویی که قضا ازش میره پایین، یه حلق رزق خاره، قضا میخوره، و یک حلقی است که قضاش عنایت الهی است. این پنج حس باطن مولانا اینه. این گوش سر در مقابلش گوش سره. پنبه این آن گوش سر، گوش سر است تا نگردد این کر آن باطن کر است. دنیا رو ولش کن میرسی. باز هم میگم دنیا رو ولش کن معنیش نه خودکشیه، نه ترک تمام علایق. مولانا خیلی تمیز زندگی میکرده، ابو سعید خیلی شیک زندگی میکرده، بسیاری از این صوفیان در این حال که سیر درونی خودشون رو داشتن آدم هایی بودن که با زندگی قهر نبودن. مگر کسی اداعتوار در بیاره. دیروز پریروز اشاره کردم به اون جمله‌ای که مرحوم دشتی درباره حسن بصری میگه که آقا اینقدر چرا ذلت داری تو؟ احتیاج نداری به این. رشد انسانی میتونه با شادی، با سربلندی، با تمیز پوشیدن، پاکیزه زندگی کردن همراه باشه. از این میگذرم. اون سوال دومی که به نظرم رسیده میتونه به من مربوط بشه سوالی است از آقا یا خانم بینام، یعنی اسمشون اینجا نیستن، چه کنم؟ وقتی با همه وجود به کسی علاقه داریم و او را میپرستیم ولی در نهایت میدانیم که او کاستی هایی دارد و ایدئال من نیست و ممکن است بتوان بهتر از او هم پیدا کرد، آیا دوست داشتن و علاقه به این فرد واقعی است یا به خاطر کمبودی در خود من هست؟ فکر می‌کنم جواب آقای دکتر فرانکویی دادن قبلا که آقا انسان یه تالرنس، یه نوع مدارا، یه نوع درک چیز. ما اون از اون 700 تا باید ما یه چندتایشو باید داشته باشیم و بقیهش همش باید نیست. کی گفته همه باید مثل من باشم؟ کی گفته زن من باید مثل من باشه؟ هرچی من فکر میکنم بگم، هرچی من دستور میدم انجام بده، اون وقت من یه چیز دیگه میشم، یه عمامه کم دارم اگه بخوام اینجوری که حکم شرعی بدم. ببخشید ریشم کم دارم. در هر حال باز نمیدونم اگه صحبت ها و سوال هایی که خدمت آقایون هست باز بعضی جاهاش به من مربوط بشه، ممکنه پاشم چند کلمه با تون صحبت کنم و به هر حال جواب بسیاری از اون سوال هایی که جنبه روحانی و روانی و تربیتی داره خود جناب دکتر هلاکویی تشریف دارن، ما هم فیض میبریم. ممنونم. متشکرم دوستان عزیز. دوست نازنین من دکتر استعلامی اون صحبت‌های مقدماتی رو به بهترین شکلی گفتن. واقعا این سه روز ما در کرف محبت شما قرار گرفتیم و من به سهم خودم میتونم که شایستش نیستم ولی لذت میبرم. ممنونم. بیشتر نشانه سخاوت بیکران شماست تا هر گونه اطلاعاتی که ممکن است در فردی مثل من بوده باشه. من اجازه بدید بحث های کلی رو این مطلبی که دوستم دکتر استعلامی گفتن درباره حس های باطن، این خیلی مهمه و هم در شاعرانی که خود عارفند و هم در شاعرانی که به زبان عرفان سخن میگویند، به ویژه حافظ، چون پرسش های بسیاری شد درباره عرفان به حافظ و در اینجا هست، من همه رو اجازه بدید یک کاسه بکنم و بگم که به نظر من حافظ شاعر عارفی نیست و حافظ در خلال زندگی خودش
البته تحولات بسیاری داشته است و متاسفانه سنت دیوان آرایی به ترتیب الفبایی بر اساس حرف آخر قافیه به گونه‌ای بوده است که ما در مورد او و در مورد بسیاری از شاعران کلاسیکمون نمیتونیم آثارشون رو تاریخ گذاری بکنیم اونطور که آثار معاصران رو میتونیم تاریخ گذاری بکنیم، که مثلا میتونیم بگیم سهراب سپهری یا احمد شاملی یا فروغ فرخزاد کدام آثار رو در چه تاریخی سرودن، چون یا تاریخ پایین شعر داریم الحمدلله یا به هر حال به تفاریق در کتابهایی در آوردن. در مورد کلاسیک ها اینطور نیست. این است که اولا من میخوام هشداری بدم که ما شاعر رو با حکیم فیلسوف اشتباه نکنیم. به نظر من همچنانی که حکیم و دعانویس و پزشک امروزی و نمیدونم سلمانی و ختنگر و اینها تخصصهای متفاوتی هستند که در روزگارانی برای بخشی از اینها از یک فرد استفاده می شده است، این خلط مبحث است اگر ما فکر کنیم شاعران حکیمان هستند. یادمون باشه که ما درون مایه شعر عواطف انسانی است و شاعری ممکن است امروز بگوید محل که روز وفاتم به خاک بسپارند مرا به میکده بر در خم شراب انداز، و جای دیگری بگوید بر سر تربت ما گر گذری همت خواه. خب این رو اگر شما بخواید وصیت نامش قرار بدید نمیدونید تو خم شراب باید بندازیدش یا خاکش باید بکنید. شاعران سیستم سازان نیستند عزیزان ما. ما اگر میخواییم امروزی و فردایی درباره دیروز خودمون فکر بکنیم، دیروز فرهنگیمون، ما باید مفاهیم امروز رو به اونها اطلاق بکنیم و بپذیریم که حتی مولوی هم فیلسوف نیست. مولوی هم در نهایت شاعری است که با مفاهیم فلسفی بیش از هر شاعر دیگر فارسی زبان البته صحبت کرد. اگر فیلسوف معاصر میخواهید 20 سالی پیرتر 100 مایلی برید به جنوب قونیه، ابن العربی نشسته در اونجا و داره سیستم میسازه برای شما. اسم سیستمش هم هست وحدت الوجود، وحدت وجود. اوست که حکیم عرفان است، سهروردی است که حکیم اشراق است، ابن سینا است که حکیم نوافلاطونیان مسلمان است. ما شاعران رو با حکیمان عوضی نگیریم. همه اینها با مفاهیم فلسفی کما بیش کار کردن و مولوی بیش از همه، ولی اینها خواستگاه آثارشون اون حسهایی است که دکتر استعلامی گفتن و به ویژه حسهای باطنی. حافظ که به زبان عرفان سخن میگوید به نظر من بی آن که عارف بوده باشد از همین حواس درونی صحبت میکنه. او وقتی که میگوید حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، او به همین عوالمی که این جسم خاکی به مانند روبنده است که روی جان را از ما نهان داشته اشاره میکنند. یا وقتی میگوید دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. اینها مفاهیمی است که مولانا میدونید که یکی از نقطه های اتکایش این است که جهان درون بسیار بزرگتر است از جهان بیرون، بیرون کائناتی. و اینجاست که کاری که خانم سرشار گفتند که دکتر فرهنگ هلاکویی آغاز کرده و فقط در آغاز راهی ما، کار بزرگی است برای اینکه ما رو با اون جهان وسیع‌تر درونی خودمون آشنا میکنه. و اگر بپذیریم که در جامعه ما تا همین 25-30 سال پیش فکر میکردند بسیارانی که روانشناسی یک علم بورژوایی است و بعید است از یک فعال سیاسی و یک آرمانخواه و یک مثلا کمونیست یا هر چیز که مثلا به مسائل علم و نفس روی بیاره، و اون وقت میبینیم که امروز این اقبالی که شده است از خودشناسی و به دلیل این ما به گذشته خودمون روی آوردیم و میبینیم که این بزرگان ما هم با همین مفاهیم سر و کار پیدا میکردن، افرادی مثل دکتر هلاکویی، دکتر محمودی و دیگران هستند که این در رو به روی ما باز کردن و نیکبختا ما که این عزیزان رو در میان خودمون داریم. برای من پرسش های بسیاری رسیده، یا آقای دکتر استعلامی پرسش خودشون رو بنده دادن، مطمئن نیست. یکیش این است که عشق چیست؟ بله، حالا
قضیه زن بودن و مرد بودن لیلی به کنار، واقعا عشق چیست؟ و وقتی که این پرسش رو من گرفتم، به احترام پرسش کننده گفتم خب من تصور میکنم که کسی آمده تپانچه‌ای گذاشته به شقیقه من و میگه یالا یه تعریفی از عشق بنویس. و خوبه، بد نیست اتفاقا اگر خودتون رو در برابر این اجبارها قرار بدید. البته که عشق قابل تعریف نیست، ولی مثلا حالا بیایم بگیم تعریفی که در چند ثانیه من بهش رسیدم از عشق براتون میگم. به نظر من عشق نیرویی است که هستی رو در جهت تداوم و تعالی به پیش میراند. این شاید تعریف جامع و مانعی نباشه، شاید تعریف علمی نباشه که البته نیست، ولی تعریفی است که میشه اقلن در واژگانش جست: نیرو، هستی، تداوم، تعالی و پیش بردن. اینها شاید عناصری باشد از تعریفی که دوستان بتونن خیلی بهتر از این بعدن پیش بکشن. ولی به هر حال گفتم اگر تپانچه‌ای بر شقیقه ندارید اقدام نکنید به تعریف عشق. دوست دیگری، یک بار دیگه بگم، چشم، نوشتم برای خودم: عشق نیرویی است که هستی را در جهت تداوم و تعالی به پیش میراند. دوست نازنینی آقای احمد محمدی هم شفاهن پرسیدند و هم کتبن لطف کردند به خواهش من نوشتند که ترجمه کلمه عشق به عربی و بازتابان در قرآن و اینها. خب میدونید که عشق خودش یک واژه عربی است. اون چیزی که من گفتم این است که در قرآن که یکی از دو متون پایه ادب فارسی، شعر فارسی همراه با شاهنامه و سنت شاهنامه سرایی و سنت اساطیری ایران باستان، اون سرچشمه دوگانه ادب فارسی کلاسیک رو به ما میده. در قرآن کلمه عشق، کلمه عشق، نه اینکه قرآن از عشق سخن نمیگوید، کلمه عشق یعنی ترکیب عین و شین و قاف وجود نداره. ولی این کلمه خودش عربی است و ظاهر هیچ کس هم نمیدونه از کجا آمده. در هندهاتی که خدمتتون دادم، سهروردی میگوید عشق را از عشقه گرفتند و از یک تشابه حروفی استفاده میکند که بگوید که عشق عاشق رو میسوزانه، همچنانی که عشقه یعنی آیوی، یعنی این پیچک هایی که به درختی میپیچند، احیانا به درختی میپیچند و از او تغذیه میکنند تا زمانی که اون درخت رو خشک میکنند. شاید در کنار گل و گیاه خونتون هم دیده باشید این گیاه هایی که در کنار گل ها میرویند، شما باید بکشید تا گیاه رو از دستش نجات بدید. ولی این تعریف عشق بیمارگونه است، همچنانی که دکتر هلاکویی گفتند. حرف من این بود که کلمه عشق در قرآن نیست، ولی تا دلتون بخواد از حب هی جیمی و به استفاده شده و الله یحب المحسنین و بسیاری ترکیبات دیگر هست در اونجا. و می شود گفت فارسی اون مهر، محبت هم میگیم، هست. و عشق گفت الافراط ان الحب، یعنی گزافه، زیاده روی و افراط است در دوست داشتن، یا بگیم نهایت دوست داشتن. از نظر سیستم کلاسیفیکاسیون امروزی واژگان، اونطور که ما میکنیم، عشق نهایت غیر بیمارگونه محبت است. و اگر بگوییم بیمارگونه، ما از تعریفی که امروزیان ارائه میدن برای عشق به عنوان یک نیروی مثبت خارج میشیم. ولی حرف من این بود که در قرآن کلمه عشق نیست، و در کلام صوفیه قرنهای آغازین که صوفیه معروفی هم بودند در سه قرن اول تاریخ اسلامی وجود نداره. کم کم از قرن سوم است که سر و کلش در آثار فارسی پیدا میشه و این معنا بست پیدا میکنه، تا در قرن پنجم، یعنی در زمان اولین شاعرانی که میشود به شکلی به حرکت و جریان صوفیه وصلشون کرد، یعنی نظامی، و در منظومه های عاشقانه سر پیدا میشه، تا بعد در دست سنایی و عطار پرورده میشه و مولانا و حافظ به اوج خودشون میرسونندش. و اما اضافه کردند که سایر کتاب های آسمانی در تورات و انجیل به شکل بازتری از عشق سخن گفتن. درسته، ما داریم در تورات و انجیل هر دو مفهوم رو داریم، همچنانی که گفتم در قرآن هم داریم. منتها یادمون باشه قرآن حالت یگانه‌ای که دارد که
در بعضی فرق یهودی و مسیحی درباره عهد عتیق و عهد جدید همین اعتقاد هست که کلام مستقیم خداوند است، ولی در مورد قرآن این کلمات با همون اعراب گذاری ها اعتقاد بر این بوده است که خداوند نازل کرده است بر محمد و محمد فقط وسیله ای بوده است که از طریق وحی اون رو منتقل میکرده. بنابراین در اونجا ما این مسئله رو داریم که وقتی که مثلا عهد جدید و انجیل به روایت متی و لوقا و یوحنا و دیگران از زبان آرامایی به زبان عبری، از زبان عبری به زبانهای کلاسیک یونانی و لاتین ترجمه شده است و از اونجا به زبانهای اروپایی و زبان انگلیسی و حالا بعداً در سال 1902 توسط لندن بایبل سوسایتی به زبان فارسی، این آیا اون کلمه ایست که در زبان آرامایی معادل حب بوده است یا کلمه ایست که می شود معادل؟ یعنی وقتی که به این پیشینه تاریخی پس میریم دیگه بحث واژگانی هم بی‌معنا میشه، چون حتی زبانشناس و اینها هم ما نداشتیم. بنابراین موضوع بسیار پیچیده است و نمی شود به صورتی از حدوث یا عدم حدوث کلمه عشق یا محبت یا فرکانس اینها، یعنی بسامدی اینها در متون مقدس آسمانی، نتیجه رو که مذهبی سرسپردگی بیشتری به عشق دارد و مذهب دیگری کمتر به عشق سرسپرده است. این به نظر من پرشی است و جهشی است که ایدئولوگ ها می کنند، چون مذهبی رو بیش از مذهب دیگری دوست می دارند و میل دارند اون رو بیشتر عمده بکنند. بسیار پرسش شده در این قضیه‌ای که من در کنفرانس آزادی به صراحت بیشتری، چون بحث بر سر آزادی بود و در اینجا به صورت گذراتری مطرح کردم، که ما ببینید ما از ادب کلاسیک فارسی چه می‌جوییم. شما باید این پرسش رو از خودتون بکنید، برای اینکه اگر پاسخ شما نوعی از پاسخ باشه اصلا لازم نیست بخونید، به خودتون زحمت ندید، حقیقتاً به خودتون زحمت ندید. اگر میخواید ببینید حافظ با زندگی شما در قرن 21 چه کار داره، نخوانید. هیچ نیست در اونجا، برهوت. یا اگر میخوانید اقلن ثابت قدم باشید و مثلا در کاسه هایی هم که به در و دیوار موزه ها آویزانه مثلا آب بخورید، با همون کجاوه و استر و اشتر هم به سفر برید. ما پرسشمون اشتباه بسیاری از ما از ادب کلاسیکمون. به ما به حافظ میگیم من از تو فال بگیرم تا من بگو فردا برم در این مثلا شرکت سرمایه گذاری بکنم یا نکنم. او بسیار کورتر از ماست در این قضیه. به مشاور اقتصادیتون رجوع بفرمایید. غور در گذشته و در گذشتگان در علم و ادب ایشان کنجکاوی است برای خودش و برای متخصصان و برای کسانی که گذشته رو به خاطر گذشته بودنش و البته به خاطر به دست آوردن معیاری برای فاصله اندازی میان اون گذشته و امروز و فردای ما مطالعه می کنند. اگر پرسش شما این است که من مولوی رو می خونم تا به روان آرام تری برسم، نخواهید رسید به این قضیه. دکتر محمودی و دکتر هلاکویی و دو سه رسوای دیگر هستند که میتونن در این امر کمکتون بکنن. عرض میکنم که باری پس باز این مسئله و فرد دیگری پرسیدند که آدرس طبیب عشق کجاست. شاهدی آوردند، آمد ندا از آسمان، آید طبیب عاشقان، خواهی که بینی روی او بیمار شو بیمار شو. همچنانی که اتفاقا از این دو بیت برمیاد، باز عشق در اینجا در معنای اون بیماری آمده است. بیمار شو یعنی عاشق شو. این رو باز در وقتی که نگاه میکنید به ادبیات گذشته یادتون باشه، عشق اون چیزی که شما نمیخواید داشته باشید. ها؟ بنابراین تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازک آزرده گزند مباد. این مبحثی است در عشق به عنوان بیماری، ولی البته به این معنا نیست که تأملاتی درباره عشق دیگرگونه ای نیست.
لطیفه ایست نهانی که عشق از آن خیزد که نام آن نلب لعل و خط زنگاری است. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست. در این جور بیان هاست که شما میبینید که میخوان شما رو از خط زنگاری و لب لعل دور بکنند و به جنبه هایی که اون آن در اونجا هست شما رو برسونن، که خود اونها هم نمیدونن آن چیست. وقتی کسی میگه بنده طلعت آن باش که آنی دارد، عجز به عجز خودش در تعریف این آن داره از آن میکنه، یعنی میگه من نمیدونم. همچنانی که ما هم میگیم نمیدونم چرا من عاشق این زنم یا عاشق این مردم. به هر حال اسراری هست و علم هیچ وقت دایه اینو نداشت که اسرار جهان رو به تمامی حل کرده باشه. باری پرسش دیگر این است که همانطور که فرمودید، چطور عدم جذابیت یک مرد یا زن میتواند باعث جذب طرف مقابل باشد؟ شاید باید من اینو به شما میدادم آقای دکتر هلاکویی. خب گفت کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن. اگر مطمئن نیستید به دو سر بودن عشق، رهاش باید کرد. بی تردید هست مسیرهایی که ما در امتدادش میریم و بعد از مدتی به بنبست میرسیم و بر میگردیم و دیگه تونل زدن از میانه کوه و گذر از میان جنگل های انبوه کار عاقلانه ای نیست. ولی به هر حال این که چطور میشه باعث جذب طرفی شد که از شما متنفر است نمیدونم. آیا زیبایی خود بیان یک حقیقت است یا لااقل نشان یک حقیقت؟ بحث مهمی است رابطه بین زیبایی و حقیقت، و مثل خود مفهوم عشق و مثل خود مفهوم زیبایی و خود مفهوم حقیقت در طول تاریخ این رابطه هم عوض میشه، به طوری که مثلا در فرهنگ یونان زیبایی نشانه ای از حقیقت بود، ولی در مثلا فرهنگ رومانتیسم اروپایی و فرهنگ ترانسندنتالیست آمریکایی اینها به هم تقرب می جویند و نزدیک می شوند، به طوری که جان کیتس شاعر انگلیسی رومانتیک می گوید Truth is beauty, beauty truth, that is all you know and all you need to know. اینجاست که شما میبینید معادله ای داره ساخته میشه، البته شاعرانه و به زبان شعر، درباره این همانی حقیقت و زیبایی. من میل دارم فکر کنم به عنوان آدمی که اهل واژگان است که اینها دو مقوله متفاوتن، و دوست دارم اون الگویی رو که عطار در الهی‌نامه از حقیقت میدهد که میگوید حقیقت گوهری بود درخشان که در روز آفرینش خداوند به عنوان ودیعه‌ای به زمین فرو انداخت، ولی این حقیقت در فرود بر زمین و اصابت در خرسنگ‌های کره خاک به هزاران تکه شد، و حالا هر کدام از ما تکه اون رو به دست گرفتیم و میگیم این حقیقت است. هم درسته هم درست نیست. در آینه بایستید، چهره آن سوی آینه کیست؟ شمایید چون هیچ کس دیگه نیست، شما نیستید چون شما این سوی آینه اید. در این گونه مفاهیم و این گونه تصویرآرایی ها دقت باید کرد تا به این نتیجه برسیم که رابطه میان حقیقت و زیبایی چیست. پرسش دیگری هست، دوره مولانا دوره ناامیدی مطلق سیاسی و اجتماعی ایران به خاطر تأملات ناشی از حمله مغول و اینها بود، و نتیجه گرفتند که آیا عشق نومیدانه است و این که لازمه شروع عشق آزادی و حق انتخاب انسان است سازگاری دارد با عشق به گونه‌ای که در مولانا ما میبینیم یا نه. اولا تلاش در دستیابی به گوهره و ماهیت یک اثر هنری به دلیل رویدادهای سیاسی زمان اون اثر تلاشی است که یه جور رابطه مستقیم یک به یک علی میان دو پدیده ایجاد میکنه. پدیده های پیچیده‌ای مثل اوضاع سیاسی از یک طرف
و بیانهای ادبی از طرف دیگری میتوانند معلول علتهای مختلف باشند و دلایل متفاوتی داشته باشند. این است که من در این زمینه راه گزافه نخواهم پیمود. ضمناً یادمون باشد در روایت تاریخ ایران اونگونه که متجددان از مشیر و دوله پیرنیا تا آدمیت و دیگر مورخان ایرانی ساختند، واقعاً فتنه مغول از آغاز تا انجام یک بلای عجیب و غریبی رقم خورده است. در بلا بودن شکی نیست و در ویرانگر بودن چنگیز و بعدن تیمور و اینها، ولی باز این حقیقت هم هست که در نسل دوم میراثبران همین غیر ایرانیان مهاجم ویرانگر کسانی بودند که قدرت قاهره فرهنگ ایران اینها رو جذب کرد و به راه سازندگی کشون. حکومت ایلخانیان حکومت مغولی بود، در این حال حکومتی بود که تا بن استخوان ایرانی بود. شاهرخ میرزا فرزند تیمور یکی از سازنده ترین پادشاهان ایران است که مثلا از آثارش یکی مسجد گوهرشاد است در مشهد. و این است که باز به نظر من در گذر زمان روایت تاریخ ایران که رویدادهایی مثل قادسیه و حمله مغول و حمله تیمور و ای بسا چندین رویداد دیگر رو فاجعه های جبران ناپذیر میدونه، اینها به نظر من اون بهار رو به فرهنگ ایران نمیده که از یک شکست سیاسی یا از هر شکست سیاسی یک پیروزی فرهنگی بیرون میاره. سوال دو سه تا سوال کوچیک هست که من سعی میکنم که زود تموم کنم و فرصت بدم به دست جناب آقای دکتر هولاکویی که سوالات زیاد اینجا جلوشون هستش که اگر احتیاج به اینک هم داریم من خدمتتون بدم. به سواد دارم. سواد داریم من قبول دارم. سوال کردن از من که آیا راجب اون صحبت تکاملی بود که گفتیم به اصطلاح عشق بر سه پایه، یعنی عشقی که در انسان هست بر سه پایه امپاتی و عشق بین مادر و کودک و لنگویج زبان به اصطلاح به وجود میاد که همین هم صحبت شد که یه مقدارشون ژنتیک هستش. صحبت اینجاست که یه خانم امیدوارم که در اینجا الان حضور داشته باشن از منم پرسیدن در راه رو، سوال این بود که اگر کسی لال و کر به دنیا بیاد و نتونه به اصطلاح با اطراف و خودش کامیونیکیت بکنه، ارتباط برقرار کنه، آیا میتونه عشق رو حس بکنه، میتونه عشق رو درک بکنه؟ چیزی که من صحبت کردم گفتم 8000 9000 سال پیش زبان به وجود اومد یک امر کلیه، یعنی که در مورد بشره، یعنی از اون زمان که بشر تونست صحبت کنه و از به اصطلاح با افراد دیگر، با فامیل خودش، با قبیله خودش، با اجتماع خودش رابطه برقرار کنه، بتونه حافظه های، یعنی اون چی که در تاریخ در حافظش بود به فرزندان خودش واگذار کنه و برسونه و اونا رو آماده کنه برای زندگی در اون جهان اون موقع که خیلی هم سخت بود. از اون زمان عشق هم به وجود اومد، همینطوری خانم دکتر نوذری و دکتر بیگم فرمودن اون عشق بود که باعث شد که اون مادر بچه‌ای که تا سن حداقل 10-12 سالگی قادر نیست که از خودش نگهداری کنه، شاید بچه‌های این دوره تا سن 25 سالگی هم قادر نیستند، اون عشق بود خیلی مهم، اون عشق بود که باعث شد که این ارتباط برقرار بشه، این جوامع تشکیل بشه، این جوامع بزرگتر شد، شهرها و کشورها وجود اومد. امیدوارم که این سوال رو در این رابطه درست جواب داده باشم. سوال بعدی که از من سوال کردن اینه که البته در یکی از کتابای منه که راجع به غار افلاطون به اصطلاح که خیلی چیزی از نظر فلسفی امیدوارم که شما بهتر از من میدونیم، ولی چون از من سوال کردن بگم در این به طور خلاصه و به یه حالت تمثیلی اینه که آدم ها مثل اینه که در یه غار تاریکی نشستن، البته در اون موقع رادیو تلویزیون و این وسایل نبود، در یه غار تاریکی نشستن با زنجیر به هم بسته شدن به طوری که نمیتونن پشت سرشون نگاه کنن، روبروشون یه دیواری هست و پشت سرشون یه سری آدم هستن که شعله برافروختن
و این رقص شعله ها روی دیوار روبرو اشکال مختلفی میسازه و این آدمایی که به زنجیر کشیده شدن، یعنی منظورش همه افراده، یعنی یه چیز اشاره‌ای هست، دارن به این به اصطلاح به این دیوار نگاه میکنن و این شکلا رو در مغز خودشون مجسم میکنن و از اون لذت میبرن و حاضر نیستن این قید و بند به اصطلاح ظلمت رو و این قید و بند جهل رو از خودشون باز کنن و رهاشن. بعد اینجا سوال میکنه که اینجا خیلی مطلب مهمه که اگه یک روزی این انسان قادر باشه که این زنجیر رو باز کنه از پای خودش و بیاد از این غار بیرون به حقیقت برخورد کنه، اگر برگرده به درون غار و با اون مردمی که بیخبر اونجا نشستن بگه آقا اینی که شما میبینین این تو یه چیز یک بودی و مصنوعیه، اون چیزی که بیرون هست یه چیز سه بودی حقیقیه، اونجا آفتاب، اونجا ماه، اونجا دریاچه است، اونجا چمنه، بهش میخندن. موقعی که بیشتر اشاره کنه میگن دیوونه است، اگه بیشتر پافشاری کنه حتی ممکنه اعدامش کنه. این منظور صحبت این بود. مسئله بعدی که وجود داره، گفتن که سوال شده که مسئله تکامل رو بیشتر شرح بدهید، چگونه ماده بیشعور میتواند صاحب شعور شود، که آخرین سواله. همطور که خدمتتون عرض کردم، تکامل اگر از همون بیگ بنگ شروع کنیم و از اونجا که کوارکس ها هستن و بعد اتم تشکیل میشه، بعد خانم دکتر نوذری و همچنین خودم در مبحث قبلی خدمتتون عرض کردم، میاد و اتم ها در اثر راندوم به اصطلاح تشکیل مولکول میدن، مولکول ها آمینو اسید ها رو درست میکنن، بعد دی ان ای به وجود میاد، بعد دی ان ای به اصطلاح موجود تک سلولی، پرسلولی، بعد به هر حال جانداران و بعد به انسان و نهایتش به انسان منتهی میشه. ببینید ما چی هستیم؟ وجود ما از یک سری سلول درست شده. هیچ کدوم شما که اینو نمیتونه انکار کنه. یک سلول چی هست؟ اگه یک سلول رو تجزیه کنیم میبینید یک سری عناصر اساسی داره. مثلا آهن داره، مس داره، گوگر داره، اکسیژن داره، یه 14-15 تا عنصر اولیه هستن که یا بیشتر در بعضی از سلولا که یک دونه سلول رو میسازن. مثل که شما تصور کنید یک کامپیوتری که میخواییم بسازین چجوریه؟ یه مقدار پلاستیکه، یه مقدار مس هست، یه مقدار آهنه، یه مقدار تایتانیوم، یه مقدار تلاست، باش از یک چیز بیجان یه چیز که به هر حال چون قادر به تفکر نیست ولی قادر محاسبات خیلی سریع هستش. خیلی خوب، این عناصر چیکار میکنن؟ میان تشکیل یه سلول میدن. همین رو میتونید تعمیمش بدین، ببینین که چجوری این به اصطلاح این عناصر بیشعوری که در سطح زمین فرض کنین هست، اون چیزایی که در روی زمین هست میتونه از یه آدم باشعوری مثل ما درست بکنه. روزی هم که از بین میریم اون عناصر برمیگردن به همون حالت اولیه خودش. در این حال باید بدونین از نظر پزشکی ما وجودمون ثابت که نیست، به جز سلولای مغزی که یه به اصطلاح یه عده معتقدن که اصلاً رشد نداره و تعویض نمیشه، بقیه سلولای ما دائم مرتب در حال عوض شدنه. یعنی شما خودتون میدونه عمر گلوبولای قرمزتون چقدر هستش، 2-3 ماه هستش، عمر بقیه به اصطلاح گلوبولاتون چیه، عمر مثلا سلولای پوست دستتون خیلی کوتاه‌تر هستش. پس بنابراین شما هر روز عوض میشین، هر روز تغییر میکنین. اون چیزی که در شما باقی میمونه اون فکرتونه، اون مایندتونه، به قول دکتر اون چیزی که بدن شما یه چیز ثابتی نیست. اگر اون عنصری که بیجان افتاده، شما سبزی میخورین، شما نمیدونم کاهو میخورین، شما گوشت میخورین، شما نمیدونم هر چیز دیگه میخوری، اینا چی هست؟ اگر اینطوری بخوایم پیش بریم، شما تصور کنین که یک دونه گیاهی از روی زمین اومده بیرون، زمین این گیاه چجوری بزرگ شده، از زمین تغذیه کرده، از اونجا آهنشو گرفته، از اونجا مسشو گرفته، از اونجا رویشو گرفته و رشد کرده، گیاه شده. این گیاه یه گوسفند خورده، گوسفند گوشت درست کرده و انسان رفته گوشت و گوسفند و همراه با اون گیاه یا با پلو اینا خورده، بعد چی شده؟ رفته درون بدنش دوباره تجزیه شده، برگشته چی شده؟ برگشته سلولای بدنش رو ریجنریت کرد. اینطوری هستش که یه موجود بیشعور میتونه صاحب شعور بشه. فقط نکته آخری که میخوام راجع به صحبت‌های جناب آقای دکتر حکا که از وجودشون اینجا واقعا استفاده کردیم و آشنایی با ایشون برای ما افتخاره، به نظر من حقیقت
مطلق وجود نداره و حقیقت یه چیز نسبی هست. هیچ چیز در دنیا به نظر من مطلق نیست و حقیقت تا جایی که دانش ما اجازه میده و در مقام مقایسه هستش که به اصطلاح ما میگیم خیلی خوب این حقیقیه اون غیر حقیقیه، برای اینکه این تجربه های ما هستش که اینو به ما ثابت میکنه، بلا واقعا حقیقت مطلقی به نظر من وجود نداره. متشکرم. ابتدا جام دکتر حکاک اشاره به مسئله حقیقت فرمودن و اون ماجرای واقعا تکه تکه شدن که این بسیار مهمه. علتش هم این هست که همه ما افراد محدود با توانایی‌های محدود و با ملاک‌ها و میزان مقایسه‌ای که در جهان داریم به برخی از حالات موجود اون هم در شرایط لحظه‌ای پی می‌بریم. بنابراین این بسیار مهمه که نه تنها حقیقت، که ای بسا یک صدم یا یک هزارم حقیقت هم در اختیار هیچ کس نیست. و به اینجاست که مفهوم آزادی و آزادگی انسان مطرح میشه که من و شما بپذیریم تفاوت بین ما هست، اختلاف هست، اما نه مخالفت هست، نه درست و غلط و نه خوب و بد. بسیار مهمه که این رو بفهمیم و اونجاست که به یک باره آماده میشیم تا قبول کنیم که آنچه که در هر زمینه‌ای حقیقت هست، حتی یک موجود از دیدگاه فیزیکی، شیمیاییش، تاریخیش، از نظر بیولوژیکش، فیزیولوژیکش، جنبه‌ها و جلوه‌های مختلفش، اون وقت تنگ نظرانه به هر چه که فقط باور خودمون هست بسنده نمی‌کنه. نکته دوم در خصوص عشق و یه فرد نابینا گفتند. افراد نابینا که کور مادرزاد و کر مادرزاد متولد میشن دقیقاً واکنش‌های ظاهری عشق رو نشون میدن، به طوری که وقتی که احتمالاً به دلیلی نسبت به جنس مخالف تحریک میشن دقیقاً خنده ها همون خنده است با وجودی که هرگز ندیدند، هرگز حس نکرد. واکنش ها دقیقاً به اون صورته. خاطرتون باشه که مسئله عشق تظاهرات حسی داره اما مفهوم حسی نیست، مفهوم احساسی و عاطفی و حاله. بنابراین یک نابینا از طریق بقیه حواس با آنچه که ارتباط انسانی هست و در عمق وجود انسان چه خدا گذاشته باشه، چه ژن، چه بیولوژی، چه فیزیولوژی، چه نیورولوژی برخورد میکنه. یک نابینا به همون اندازه میتونه عاشق بشه که یک بینا. هیچ ارتباطی این موضوعا به هم نداره. مهم این است که من و شما از طریق حواس به دنیا مرتبطیم و این تصور و توهم رو هم لطفاً دور کنید که ما پنج حس نداریم. این داستان قدیمی ماجراست. ما امروز بیش از 50 حس رو میشناسیم. حس حرارت، حس برودت، حس فشار، حس تعادل، حس درد، حتی حس زیبایی جایگاهش رو میدونیم. مفهوم زیبایی دیگه اون مفهوم هر کسی از ظن خود نخواهد بود، یه مقدار ملاک ها اینجا وجود داره. شما یه شکلی رو میبینید در همه آدم ها حال خوب رو و لذت رو و شادی رو و آمادگی رو و رشد رو فراهم میکنه. ترکیب دیگری رو میبینید در همه آدم ها بدون سابقه احساس بد رو موجب میشه. ما درست ملاک و میزان نداریم ولی این بسیار متفاوته که فکر کنیم هیچ چیز به هیچ چیز مرتبط نیست یا هیچ چیز دلیل چیز دیگری نخواهد بود. بنابراین یه فرد نابینا، یک کر، یه لال، یک کور، هر چه که مایل هستید، از جهات دیگری سیستم حسی او خبر میگیره و بنابراین میتونه احساسات و عواطف و حالات دقیق عمیق عاشقانه رو داشته باشه. اشاره فرمودند و بنده هم عرض کردم که روابط عادی گرم شدنه اما عشق واقعا آتش گرفتنه و همونطور که اشاره فرمودن این اوجه. در این برنامه تا به حال شاید تعریفی گفته نشده و به درستی فرمودن نه عناصر بسیطه تعریف دارن، برای که عناصر بسیطه قابل تعریف نیستن، برای که نمیتونن اجزایی داشته باشن، نه بستا امور کلی میتونن تعریفی داشته باشن، اصلا نمیتونن داشته باشن، چه رسته این شما باش موافق یا مخالف باشی. اما برفرض که کسی تعریفی رو ارائه کنه، تازه هنوز میتونه مبنای اختلاف باشه برای که از کجا به ماجرا نگاه میکنه. اما ما میتونیم شرح بدیم، توضیح بدیم. یعنی شما میتونید بگید من عشق رو اینگونه توضیح میتونم بدم، شرح میتونم بدم، ولی نه اینکه تعریف به معنی definition که بتونید جامع و مانع و دقیق باشه و اون رو از چیزهای دیگه جدا کنه، مخصوصا وقتی که شما با یه تیف، با یه اسپکتروم روبرو هستید. یعنی از 1 تا 100 رو داره که مرحله 1 با مرحله 100 گرچه برخی از اوقات یک پدیده هستند
که در مراحل برتر و برتر هستن، برخی از وقت در جهات عکس همن. یعنی ما احساسات و عواطفی داریم که عکس همن در مقابل احساسات و عواطفی که فقط حالت فزاینده در یک مسیر و یک جهت رو داره. اگر شما عشق رو مرتبط به رابطه زن و مرد یا رابطه دو انسان بکنید، اولا از نظر من عشق یه شناخته، یه آگاهیه، یه درکه. بنابراین هیچ وقت شما عاشق کسی نمیشید که او رو نمیشناسید. یعنی بدون شناخت و آگاهی عشق معنایی نداره. اینکه شما در این شهر باشید و درباره زیبایی یه زنی دختری در جای دیگه صحبت کنن و عشق شما همینجوری بالا بزنه و بالا بزنه، این عمق خودخواهی و خودشیفتگی و خودپرستی و خودپسندی است. متاسفانه بسیاری از کسانی که مدعی عشق دیگری هستند، اگر اون رو نمیشناسند مسئله عشق اصلا مطرح نیست، چون عشق با شناخت همراهه. در اینجا یه نکته ای رو میدونیم که من به میزانی میتونم شما رو بشناسم که خودم رو شناختم، چون هرگز هیچ کس رو من بیشتر از خودم نمیتونم بشناسم. پس کسانی که خودشون رو کم میشناسند چگونه مدعی و باور بر این دارن که دیگری رو میشناسند؟ و مقصود از شناخت در تحلیل محدودش اینه که روزی شما خودتون رو میشناسید که دو چیز رو میدونید: یک، چرایی حالاتتون رو میدونید. چرا غمگینید؟ چرا خشمگینید؟ چرا وسط این جلسه دفعه دلتون با اون جمله گرفت؟ یا حتی نمیدونید چرا گرفت؟ چرا احتمالاً تو این مهمونی بعد از این مدت دیگه حوصله ندارید؟ یعنی حالتون، احساستون رو میدونید، از کجا اومده، چرایی آنچه که در شما میگذره. چرا حسود شدم؟ چرا الان دارم بدجنسی میکنم؟ چرا با وجودی که دلم میخواست شب خوبی با دوستم یا همسرم داشته باشم یه بهانه پیدا کردم دعوا را افتاد؟ حال من کجاست؟ دوم، چرایی رفتارتون رو باید بدونید. چرا من این کاری رو که باید بکنم نمیکنم؟ چرا اون کاری که نباید بکنم میکنم؟ یا اصلا من چرا این کار رو میکنم؟ چرا این کتاب رو میخونم؟ و یا احتمالا چرا ورزش نمیکنم؟ روزی که شما توانستید بدونید چرا این کارها رو میکنید یا نمیکنید، روزی که شما حالتون رو درستید، خودتون رو میشناسید. و به همین جهت است که ما در دنیای امروز کمی وقوف به این حال و رفتار پیدا کردیم. پس نکته اول این است، چون بعدا تعریف رو عرض کنم، عشق در مرحله اولی شناخته. دوم، این شناخت با مفاهیم احساسی و عاطفی و حال همراهه. یعنی همونطور که اشاره فرمودن، بدن شما رو دگرگون میکنه. شما نمیتونید عاشق یک کسی باشید ضربان قلبتون عادی باشه. شما نمیتونید عاشق یک کسی باشید اینکه او باشه یا نباشه فرقی نکنه. شما نمیتونید عاشق کسی باشید وقتی که او میخنده در شما تغییری به وجود نیاره. اصلا اگر چنین است، اصلا فراموشش بفرمایید. شما یه فکر دیگه به حال خودتون بکنید. یعنی روزی شما عاشقید که یه چیزیتون بشه و این همه جاتون یه چیزی بشه، یعنی اگر نمیشه اشکال دارید، قربونتون برم. اینو جان جناب حکاک به مرحله اکسریتر رستند. من خوشحالم که ایشون پنج ربکم در حال پروازن، ولی کار رستند. به هر حال عرض کنم که این باران بسیار زیاد سیاتل وقتی که به هوای گرم لس آنجلس میخوره، دگرگونی های رو هم به دنبال خودش داره. بنابراین یه احساسه، یه عاطفه است، یه حاله. دگرگونی هاش باورم کنید بیش از 100 مورد مشخص معین قابل اندازه‌گیری دیده شده. یعنی اصلا پدیده عجیب و غریبی است، حتی جنبه های منفی داره. آمدن یه پرنده‌ای رو با اینجا داشته با نوع ماده خودش لانه میساخته، رفته دو مرتبه خار و خاشاک جمع کنه لانه رو بسازه. آمدن یه پرنده مصنوعی که واقعی هم نیست، نر، ولی نوع نر رو گذاشتن دم در این آشیانه. پرنده برگشته دیده که ماده‌ای که داره یه پرنده نر اونجاست، افتاده به جون نره، نره رو تیکه تیکه کرده، یعنی له و لول. بعد از اینکه اینو کشته، رفته سراغ ماده، تمام پرای اصلی او رو کنده، شاه پرا رو شروع کرده کندن که خوشبختانه اون از ترس جانش فرار کرده رفته. اما دو روز بعد این آقا رفته یه ماده دیگه آورده. بنابراین فقط دو روز است. حالا علت اینه که خدمتتون عرض میکنم، مسائل احساسی و عاطفی رو همش با بار مثبت نگاه نکنید، بار حسد رو داره. آدما تا پای جان میرن، تا پای جان خودشون و دیگران. من حداقل شاید بیش از 50 تا کیس خودکشی در چارچوب مسئله عشق داشتم و شما خیلی راحت و آسوده می‌بینید بر سر انسان چه میاره. بنابراین مفهوم عشق با یه احساس و یه عاطفه همراه. سوم، عشق
یه چالشه، یه چالنجه، یه راه سربالاست. اوائلش پیه کمک میکنه من شما میتونیم یه مدتی سرازیری بریم، واقعا که عشق اول نمود آسان درسته، ولی بعدش یه چالشه، یه چالنج دائمیست و یه رشد و تکاملیست که یه لحظه نمیتونه متوقفشه، یه رانندگیست که ازش نمیشه یه لحظه غافل شد. به همین جهت است که متاسفانه بسیاری از مردم عشق رو از دست میدن به خاطر اینکه اون مواظبت و مراقبت دائمی لازم رو ندارن. شما نمیتونید بگید من چون 10 ساعت خوب رانندگی کردم حالا 10 دقیقه که سهله، 10 ثانیه میخوام بد رانندگی کنم، خودتون رو به کشتن میدید. بنابراین عشق ویژگی اول شناخت و آگاهی و درکه، ویژگی دومش احساس و عاطفه است که از اون به دست میاد، ویژگی سومش چالش و چالش. حالا بنده به خودم اجازه میدم که عشق رو تعریف کنم. عشق شناختی است، ادراکی است، آگاهی است که با خودش احساسات و عواطف و حالاتی رو میاره که با کوشش و چالشی در مسیر رشد و تکامل خودش قرار میگیره تا آنجا که آزادی دیگری به اندازه آزادی خودش، امنیت دیگری به اندازه امنیت خودش، شادی دیگری به اندازه شادی خودش، خوشبختی دیگری به اندازه خوشبختی خودش و هر چیز دیگه که مایلید اهمیت و ارزش پیدا می‌کنه. یعنی روزی شما عاشقید که شناختی از معشوق دارید، احساسات و عواطف خاصی رو در ارتباط او و فقط با او دارید، یه چالشی در مقابل شماست، اصلا you cannot take it for granted. روزی شما میتونید صحبت از عشق از ذره من بکنید که روزی که آمدید یه شناختی از کسی دارید، یه احساسات و عواطفی دارید، یه کوششی در ارتباط با او و رشد با او دارید، تا اونجایی که امنیت او به اندازه امنیت خود شما مهمه، شادی او به اندازه شادی خودتون مهمه، لذت او به اندازه لذت شما مهمه، نه بیشتر، چون اگر بیشتر شد شما وارد گرفتاری شدید. معناش نیست که شما صبح تا غروب جرم و زرم میکنید و عددا رو با هم میارید، ابدا. معناش عبارت از این است که شما به اندازه او اهمیت دارید، چون اگر قرار باشه او بیش از شما اهمیت داشته باشه در این گرفتاری های دیگر روانی است، از مسئله حرمت نفس و سلف استیم گرفته تا حالت های مازوخیستی و سادیستیک که تمام اونا رو میشه بحث و بررسی کرد. در مفهوم این عشق که عشق های دیگه هم میتونن بهش مرتبط باشن و نزدیک باشن، تو این مفهوم عشق هست که بنده براش این تعریف و قائلم، نه به خاطر اینکه تعریفی است درباره عشق، در خصوص اینه که به من و شما یه جهت و هدفی میده که روزی شما عاشق‌تر میشید که شناخت بیشتری از خودتون و او پیدا میکنید. نکته‌ای که برای من مهم است این است که این عشق رو دو گونه شما میتونید داشته باشید. اولا تو وجود همه ما نمونهش هست. مطالعات نشون میده 3 تا 6 ما همه ما ظرفیت عشق رو داریم. یعنی آدم هم هر جور باشه میتونه عاشق بشه. به همین جاست که حتی رو مجرمین و جنایتکاران، یعنی اون کسانی که در مراحل خاص بودن، هنوز این میل به عشق هست. اینی که برخی از اوقات وقتی اینا رو گیر میارن و گرفتار میشن، میگن اگر مادرشو بتونیم بیاریم ممکنه هاستیجارو یا گروگانا رو رها کنه. برای که هنوز یه قلاب اینجا وجود داره که میشه ازش استفاده کرد و باید ازش بهره گرفت. این نکته اهمیت داره که من و شما تو وجود او داریم، اما تو 8 سال اول زمین وجود من و شما آماده ی آماده است برای که تخم عشق رو توش بکارن. این باغ دل من و شما آنچنان آماده است که همینقدر که تخم عشق کاشته بشه سبز میشه. اما برای اینکه این تخم عشق سبز بشه و کاشته بشه، 4 تا شرط به نظر من وجود داره. 1، پدر و مادر باید عاشق هم باشن. 2، تو این خانه باید محبت باشه. نگه تو این خانه محبت هست، شرط این که در یه خانه محبت باشه این که حتما 2 چیز نباشه. یکی دشمنی بین اعضای خانواده و فامیل. روزی که پدر من با خاله من یا مادر من با عمه من مسئله داره، من آسیب دیدم، بنابراین در اونجا دشمنی هست. و دوم این که در این خانه قدرت نباشه. بنابراین شرط اول اینه که پدر و مادر هم دیگر دوست داشته باشن. شرط دوم این است که در این خانه مهربانی و محبت باشه. شرط سوم این است که پدر و مادر به عشق بدون قید و شرط، مخصوصا تا 3 سالگی، unconditional love باور داشته باشن. فرزندشون رو دوست دارن به خاطر چیزی که هست، نه به خاطر اینکه کار خوبی میکنه. Human being, not human doing. تو رو دوست دارم به خاطر اینکه پسر منی. تو رو دوست دارم به خاطر اینکه دختر منی. این اون مفهوم رو وقتی من و شما بگیریم به این نتیجه میرسیم که ما دوست داشتیم. و 4 این که من مهمم، من اهمیت دارم. اگر در این خونه پدر و مادرن با 3 تا بچه، هر کدام تو این خونه 20% سهم دارن و سهم بچه‌ها بیشتره به خاطر اینکه اونها ضعیف‌ترن، نادان‌ترن، محتاج‌ترن و احتیاج به کمک دارن، تا اینکه ما سیستم قدیمی داشته باشیم که من پدر فرمان رو بدم و دلم خوش باشه که دارم کارها رو پیش میبرم. نتیجتاً اگر این 4 عنصر در کودکی تو 8 سال اول باشه، تخم عشق تو وجود من کاشته میشه و سرسبز میشه و من برای تمام عمرم دارم و به یه عشق
جاودانی رسیدم که به عشق هیچ کس دیگه محتاج نیستم، مشتاق عشق دیگری هستم، اما محتاج عشق دیگری و گدای عشق دیگری نیستم. اگر نه بعد از 18 سالگی به نظر من میشه رفت عناصر عشق رو که من 16 تاشو میشناسم و اون رو خدمتتون عرض میکنم، تو وجود خودمون با دونه به دونه بکاریم تا از این مجموعه اون ظرفیت و آمادگی برای عشق ورزی و عشق پذیری فراهم بشه. میگن تفاوت عشق میان حافظ و سعدی، و البته خب مبحث خود در خودش مبحث بزرگی است. راستش پیش شما اعتراف بکنم، من با سعدی مشکل دارم. میگن با دخترش هم مشکل داری. از جهاتی خیلی دوستش دارم. یکی از متورمترین اگوهای شعر فارسی سعدی است واقعا، به راستی. یعنی اصلا گفت ذوالفقار علی در کام و زبان سعدی در نیام، این تازه یکی از نشانه های بسیاری است که این مرد چه خود قوی داشته است. در این حال جنبه دیگری که بهش خیلی احترام میگذارم اون عرفان مدنی است. خیلی از ما نمیدونیم، دکتر استعلامی البته در این باره فراوان نوشته است، که عرفان خودش یک نظام فکری نیست و یک نمود ادبی هم نداره. عرفان خودش، بعضی عارفان عارفان مماشاتگر بودند و بعضی دیگه و تقیه‌جو و بعضی عارفان انقلابی که تا پای شهادت هم رفتن، که خب نمونه اعلاش حلاج رو همه میشناسیم. سعدی نوعا از عارفانی است که کوشش میکنند عرفان رو در خدمت جامعه مدنی پیش ببرند. جامعه مدنی در نه مفهوم امروزش که در حقیقت جامعه زدنی شده است، ولی جامعه یعنی مدنیتی که فضایی برای مدارا در آن بگشاید، برای اندیشه های متفاوت، امروز میگیم برای دگر اندیشی و دگر اندیشان. و در اینجاست که سعدی به نظر من به نوعی اومانیزم یا اصالت انسان زودرس میرسه که در مولوی هم رگه هایی از همین رو میبینیم. و اگر این همین گرایش و انگیزش در فرهنگ ایران نهادینه میشد، شاید رنسانسی پیش از رنسانس اروپا رخ داده بود. اتفاق اینطور افتاد که این توأمان نبود با پیشرفت‌های علمی که مثلا رنسانس رو میسر کرد، مثل اون روحیه مکاشفه‌ای که در قرن‌های 14 و 15 پیش آمد، یا مثل اختراع چاپ یا دیگران، و همچنان به صورت جنین‌های بیجان در لابلای کتب ادبی مون تا زمانی که اومانیزم از اروپا به ایران آمد و ما بنی آدم اعضای یک پیکرند رو دوباره کشف کردیم و معنای جدیدی به اون دادیم. یادمون باشه که همه متجددان ما معناهای جدیدی دادن به کلاسیک های ما. این که گفتم ما کلاسیک ها رو چگونه میخوانیم و از اونها چه میجوییم، این واقعا پرسش مهمی است. اصلا منظورم این نیست که بگم به کار ما نمیخورند، ولی میخوام بگم ما خودمون رو نباید زندگی روزمرمون رو در پاسخ به عقاید اونها تنظیم بکنیم، بلکه باید مشترکات بسیاری ما داریم با اونها، ولی تفاوت‌هایی هم داریم که خودمون باید مستقلاً اون تفاوت‌ها رو برای خودمون بیازماییم. حافظ البته این چیزی که گفتند رندی، و باز دکتر استعلامی در این زمینه کار سترگی در دست داره که امیدواریم در همین سال آتی نیست دکتر استعلامی به چاپ برسد، در اونجا مطالب عمده و مهمی رو بیان می‌کند درباره حافظ. این مفهوم رندی مفهومی است که در خودش نوعی رهایی و رهیدگی دارد از هر گونه سیستمی، و در زمان حافظ واقعا عرفان به سیستمی بدل میشه، سیستم خانقاهی. این که حافظ میگوید ساقی بیار آبی از چشمه خرابات، تا جامه ها بشوییم از عجب خانقاهی. این عجب خانقاهی که او بهش اشاره میکنه در زبان ابوسعید و حلاج و خرقانی و دیگران نبود. این عجب خانقاهی از همین حول و حوش مولوی پیش میاد. و من به دوست جوانی میگفتم که پرسش میکردن بیرون از من، تئوری دارم درباره
علت این که شمس به دیدار مولانا میره در قونیه که اون تئوری مبتنی بر این است که این یک پیام سیاسی هم با خودش داره، چرا که شمس تبریزی از نژاد و از تبار عارفان عراقی است در که متفاوتند و متمایز از عارفان مماشاتگر و تقیه پرداز خراسانی عمدتاً، و در و این عرفان عراقی که میراث حلاج است او رو به جایی میبره که دنبال کسی میگرده که به او بگوید این پیام عرفان رو در میان توده های مردم ببر. و البته کسانی مثل اطرافیان مولانا که دور او رو گرفتند و مترصدند که دم و دستگاهی از این مرد بزرگ بسازند و سرانجام موفق میشن، تاریخ مولوی گواه این هست در ترکیه، این پیام است که پیام بسیار انقلابی است و همین پیام است به نظر من و عمدتاً که مولانا رو جذب میکنه در اون 40 شب خلوتگزینی، چله نشینی و در اون 2 سال و اندی هم نشینی دائم، و این اطرافیانش به شدت احساس خطر میکنند و گریزاندن شمس بار اول و ای بسا قتل او در بار دوم یک توطئه سیاسی است که اونها انجام میدن برای اینکه این مرد مولانا رو از دست این مرد به گمان خودشون رها بکنند. و در اینجاست که فرایند نهادینه شدن عرفان پیش میاد و تا به حافظ میرسیم 120 سالی بعد از مولوی. ما به اونجا رفتیم 100 سالی بعد از مولوی، به اونجا رفتیم که دیگه خانقاها مرکز قدرت و به گونه ای مرکز دیکتاتوری شدند، جایی شدند که دیگه گرت پیر مغان گوید به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید اطاعت محض و ولایت مطلقه ولی، ولی عارف در اونجا حاکم است. بنابراین من هم مثل دکتر استعلامی پرهیز میدم همه دوستان و دانشجویانم رو از این که در دامی بیفتند که انگار دم و دستگاه صوفیان یا صوفی مسلکان امروزین همون دم و دستگاه منصور حلاج و ابو سعید ابوالخیر و دیگران است. به نظر من عرفان نقش تاریخی بسیار عمده‌ای داشت و این نقش تاریخی رو به خوبی ایفا کرد، یعنی فضایی برای تحمل و تساهل و مدارا ایجاد کرد در قلب نظام فکری که متشرعان در کف داشتند و جایی برای دگراندیشی باز کرد و اینجا رو به تجربه کسانی دریافتند و کسانی از یک جاده بالایی مثلا بگوییم حالا که جاده پیوستن به الوهیت مدام بود و سرچشمه های ازلی ابدی عرفان، و کسان دیگری از جاده های میانی که در حقیقت باز کردن عملی راه های سازگاری بود در جوامع خودشون کوشیدند، و در دورانی میان مغول و تیمور و بی تردید با شیوع تشیع به عنوان مذهب رسمی در سرزمین ایران در سال 1501 توسط شاه اسماعیل مؤسس اون سلسله، دیگه حالت دریوزدگی و تکدی و درویشی رو پیدا کرد که من یکی از اون انزجار می جویم و میان سعدی و حافظ که 150 سالی راه هست همین اتفاق می افته. یعنی سعدی هنوز در کاری در قالب عرفان مثبتی که گیرم در جنبه مدنیش و نه در جنبه الهی خودش فعالیت می کنه و نوعی اومانیزم رو به وجود میاره، مولوی به جای خودش، ولی تا زمانی که به حافظ می رسیم او انزجار می کنه و نفرت می کنه از بند و بساط خانقاهی و صوفیان رو به سخره میگیره، گویی این که کوشش میکنه او هم یک عرفان والایی رو حفظ کنه، ولی گویا تا جایی از زندگیش بیشتر این کشش نداره و سرانجام به رندی رو میاره. متشکرم و خدا حافظ.